عوامل مختلفی هستن که توی رشد قدیه ما تاثیر میذارن از ژنتیک بگیرید تا تغذیه خوب و خواب و ورزش و حتی برخی از ها که توی این ویدیو میخوایم به همشون بپردازیم حدود 80 درصد از رشد قدی ما وابسته به ژنتیک هست و تنها 20 درصدش به سایر عوامل بستگی داره و این نکته هم در نظر بگیرید که تقریبا همه آدم ها تا سن 18 الی 20 سالگی اون رشد قدیشون دیگه تکمیل میشه و خیلی بعید هست که بعد از این سن یک حالا پیک رشدی خیلی عجیبی رو بخوان تجربه کنن از اون ور عوامل خیلی مختلفی میتونه روی این رشد قدی اثر بذاره که شاید یکی از مهمترین هاش هورمون رشد باشه هورمونی که باعث رشد قدی حتی رشد از اولاد، افزایش قد و افزایش وزن ما میشه حالا این ترشح هورمون رشد توی بدن یک سیکل مشخص داره و به خصوص در شبها و وقتی فرد در خواب عمیق است بیشتر میزان ترشح هورمون رشد ما داریم خب حالا در نظر بگیرید ما این روزها کودکانی رو داریم که شب بیدار هستن یعنی شبا تا نیمه های شب تا مثلا 4 5 صبح بیدارن و از این ور صبح ها میخوابن و این باعث میشه اون سیکل هورمونی توی بدن به هم بریزه پس یکی از عواملی که میتونه باعث کوتاه قدی بشه همین خواب ناکافی است حالا این خواب ناکافی رو یا ما با اصلاح عادت میتونیم درست کنیم و برگردونیم سر جاش یا یعنی اینکه نیاز هست از برخی از مکمل مثل مکمل ملاتونین که یک هورمون خواب هست توی بدنمون استفاده کنیم این مکمل استفادهش تقریبا مجاز هست ولی چون بچه ها توی سن رشد هستن بهتره که اگر میخواین از این مکمل استفاده کنید حتما زیر نظر پزشک باشین. در کنار ملاتونین یه مکمل دیگه هم هست که میتونه باعث افزایش ترشح هورمون رشد بشه و اون مکمل آرژنین هست این روزا ببینید خیلی از مادران دارن به بچه هاشون مکمل های آرژنین رو توی دوزای بین دو تا 6 گرم میدن و این عقیده دارن که باعث افزایش هورمون رشد میشه و باعث افزایش رشد قدی بچه هاشون میشه هر چند دیدن که آرژنین میتونه باعث افزایش مثلا ترشح هورمون رشد و از اونور افزایش قد بشه باز دقت کنید گاهی اوقات این مکمل ها وقتی در دوز زیادی داده بشن میتونن باعث بلوغ زودرس و یا مشکلات دیگه بشن به خاطر همین این مکمل هم اگر میخوایم برای کودکان استفاده کنیم بهتره که حتما زیر نظر پزشک باشیم در کنار هورمون رشد ما به عوامل تغذیه‌ای هم خیلی نیاز داریم که یک رشد قدی خوبی رو تجربه کنیم به طور مثال بچه هایی که بد غذا هستن و همه گروه های غذایی نمیخورن دیدن که رشد قدی کمتری رو تجربه میکنن ما داریم خیلی از بچه‌ها که ممکنه گروه لبنیات رو نخورن یا خیلی میوه ها و سبزی ها رو نمیخورن همین بد میتونه باعث این بشه که ما طیف وسیع از مواد معدنی و ویتامین ها رو نتونیم دریافت کنیم به طور مثال یکی از مواد معدنی بسیار مهم تو این دوران رشد بحث کلسیوم هست چرا که کلسیوم یک عنصر اصلی توی رشد استخوان ها هست اگه ما نتونیم اونو از منابع خوبش مثل, مثل مثلا لبنیات یا سبزیجات برگ سبز دریافت کنیم خب میتونیم با کوتاه قدی مواجه بشیم از طرفی یک سری عوامل هم میتونن توی جذب کلسیوم تاثیر بذارن که در خصوصش اصلا ما ویدیو جداگونه داریم لینک توی توضیحات قرار میدیم در کنار کلسیوم ما حتما به ویتامین دی هم نیاز داریم چرا که اصلا برای رشد استخوان این کلسیوم و ویتامین دی چسبیدن به هم دیگه ویتامین دی باعث میشه که این کلسیوم وارد بدن بشه و توی این پروسه استخوان سازی نقش داشته باشه منابع غذاییش محدود هر چند که ما ویدیو جداگونه براش داریم ولی پیشنهاد میشه حتما سطح ویتامین دی رو چک کنید و اگه کم بود حتما از مکمل اون دریغ نکنید یکی از کمبودهای دیگه هم که تو سن نوجوانی به خصوص برای دختر خانم ها خیلی شایع میشه بحث فقر آهن هست همونجور که میدونید سنین قاعدگی در نوجوانی برای خانمها ها ایجاد میشه و این سنی هست که میتونه با فقر آهن در ارتباط باشه به خاطر همین معمولا مکمل با آهن در این سنین برای دختر خانم ها انجام میشه که نه تنها دچار کمخونی نشن بلکه هم تو بحث رشد یادگیری هم رشد قدیشون بتونه تاثیر بذاره از جمله عوامل دیگه بحث پروتئین خوبه چرا که اصلا کلا از سازی و رشد مرتبط هست با پروتئین در خصوص اینکه چه منابع غذای پروتئین های خوبی دارن ما اصلا باز یه ویدیو جداگونه داریم لینک رو توی توضیحات قرار میدیم ولی بیشتر منابع مثل تخم مرغ گروه گوشت ها حبوبات جز منابع غذای خوبمون محسوب میشه به منابع ویتامین سی هم باید توجه ویژه بکنیم چرا که توی فرایند اصلا رشد استخوانی ما ماده داریم به نام کلاژن که این کلاژن برای تولیدش نیاز به ویتامین C داره برای اینکه ویتامین C هم ما دریافت کنیم از منابع منابع سرشارش مثل میوه ها و سبزیجات باید زیاد استفاده کنید اگر بچه جز دسته کسایی هستن که زیاد میوه و سبزی نمیخورن شاید لازم باشه از مکمل ویتامین سی هم استفاده کنیم. در کنار اون ما نیاز به زینک هم داریم زینک یارو یکی از مواد معدنی هست که اصلا کمبودش دیدن با کوتاه قطعا مرتبط هست از اون بر رشد و عقب میندازه منابعش معمولا منابع حیوانی هست در خصوص منابعش ما ویدیو جداگونه داریم بیشتر من توی منابع حیوانی وجود داره و اگر ببینید کودکتون کم ها هست خیلی از مواد غذایی به خصوص گروه گوشت نمیخوره ما لازم هست که از منابع زینک به صورت مکمل هم استفاده کنیم در کنار این مکمل ها ما نیاز به ورزش هم داریم اصلا فعالیت بدنی و به خصوص فعالیت های مثل حالا بسکتبال والیبال یا حتی ورزش های دیگه میتونه کمک کنی که ما رشد قدی بچه هامون بیشتر بشه چرا که داره از اون عضلات استفاده میشه در خصوص بدنسازی گاهی اوقات نگرانی هایی وجود داره که این بدنسازی باعث کوتاه قدی بچه های ما بشه به طور کلی دیدن اگر ورزش هایی که در خانواده ورزش های بدنسازی میشن به مهره ها فشاری نیارن و اونها به اونها آسیب نزنن معمولا این ورزش ها من انجام ندارن و کودکان و نوجوانان ما میتونن اونها را استفاده کنن امیدوارم مطالبی که گفته شد به درتون خورده باشه